رایگیری درباره قطعنامه پیشنهادی دولت پرزیدنت ترامپ برای تمدید تسلیحاتی رژیم ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد در واکنش به اپیدمی کرونا از عصر دیروز به صورت مجازی آغاز شد. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم اشکان سلطانی. قطنامه پیشنهادی دولت پرزیدنت ترامپ از 15 عضو دوره کنونی شورای امنیت خواستار تمدید تحریمی است که 13 سال پیش به تصویب همین شورا رسید و دوره اجرایی آن اواخر مهر ماه منقضی می شود. نماینده <مده> دولت آمریکا در سازمان ملل متحد پیشتر گفته بود پیشنویس این قطنامه به دنبال ماه دیپلماسی فعال ایالات متحده تهیه و تنظیم و ارائه شده است. خانم کرافت میگوید این نام بیانگر واکنش آمریکا به خواستهای روشن و به توصیف او خردمندانه دولتها در خاور میانه است که از حمایت فعال رژیم جمهوری اسلامی ایران از تروریسم بیشترین آسیبها را دیدند. دولت پرزیدنت ترامپ از جامعه جهانی خواسته است با تمدید تحریم تسلیحاتی رژیم ایران ضمن بستن راه به روی دسترسی این رژیم به هواپیماها، هلیکوپترها و کشتیهای جنگی مانع از خرید تانکهای رزمی، سامانه های موشکی و دیگر تسلیحات کشدار جمعی از رژیمهای نظیر روسیه، چین و کره شمالی شود. تصویب این قدنامه دستکم به نه رأی موافق نیاز دارد اما هیچ یک از اعضای دائم شورا نباید آن را وتو کنند اشکان سلطانی صدای آمریکا